بینندگان عزیز سلام و درود بر شما. گروه واگنر در مالی در افریقا تلفات سختی داده. در گزارش قبلی ما اطلاعش دادیم. حال بیانیه گروه واگنر درباره قتل عام در افریقا منتشر شده است. در اونجا به نظر می رسد که محور اختلافات یا درگیری ها بین روسیه و امریکا و فرانسه متمرکز میشه در کشورهای افریقایی. امروز خبر رسید که شبکه فایبر نوری فرانسه مورد حمله قرار گرفته است. فرانسه از نظر مسئولیت امنیتی خود به اصطلاح زیر سوال رفته و در اونجا احتمال داده میشه که فرانسه مستعد بعض حوادثی باشه که تا حال هیچ کس رو پیش بینی نمیدانه. ای تو به نظر میرسه که از برگزاری مسابقات المپیک جهانی هم فرانسه چندان آسوده نبود، دل خوش نداره، خیلی با دلهوره برگزار شد. ریچارد پلک گفته است که ناتو وسیله تسلط امریکا بر اروپا است. یعنی ناتو را امریکا هرگز از دست نخواهد داد. بازوی توانمند کپیتالیزم بین‌المللی است. خب اول بیانیه گروه واگنر. اینا در بیانیه خود گفتن که قطعات 13 و اصطلاح حمله ای گروه 13 قطعه تهاجمی از تاریخ 22 تا 27 جولای نبردهای شدیدی را با شبه نظامیان که در اونجا معمولا قبایل هستند و اسلامگراها مرتبط با القاعده در اطراف روستای تین زاوتین اینا انجام دادن. فرمانده جنگ سرگی شوچنکو بوده. از این قطعه 13 تهاجمی در روز اول گروهی از آدم اکثریت اسلامگراها را اونجا در اون منطقه همینطور جاروب کرده بود، باقیش فرار کرده بودن. اما گروه های رادیکال قبایلی ناگهان یک به لطف طوفان شن برخواست. طوفان شن همه جا را تاریک کرد، کاملا وضعیت را تغییر داد به نفع گروه های اسلامگرا. دوباره جمع شدن، به هزاران نفر جمع شدن، دوباره حمله کردن سر گروه واگنر. اینا را هم نیروهای دولتی را اسیر و کشته داده زیاد، هم واگنر. در 25 جولای ستیزه جویان دوباره به گروه واگنر حمله کردن. اما در دو روز بعد رادیکالا تعداد حملات خود افزایش دادن که منجر به تلفات بسیار سخت شد که تقریبا همینطور مرده ها فرش افتاده بود. در 27 جولای یعنی دو روز پیش آخرین رادیوگرام به اصطلاح مخابره رادیویی از افراد واگنر دریافت شد. گفته که ما 3 نفر ماندیم تا آخر می جنگیم و شاید زنده نمانیم. و او فکر میکنم که سرگی شوچنکو فرمانده واحد 13 تهاجمی واگنر هم در امون جنگ تا آخرین نفر با افراد خود کشته شده است. خب ایده که اول داستان است، تازه داستان شروع شد. چرا گزارش های ما داشتیم که کمپانی بلک واتر امریکایی در این جنگ شرکت داشته. خلاصه جنگ های نیابتی به می شکل سپرده شده و جنگ کمپانی ها. جایش کجا؟ جایش افریقا. اریک پرنس فرمانده واگنر و بنیانگذار بلک واتر بسیار کوشش کرد که جنگ افغانستان هم به می شکل بسازه، جنگ کمپانی ها بسازه، خصوصی سازی شود. حالی هم گزارش هایی هست که به نظر می رسد که امی کار میکنن، جنگ افغانستان جنگ شرکتی و کمپانی ها میسازن.
خاویر مایلی رئیس جمهور ارجنتاین، امو آدمی که بسیار با کش و فش آمد رئیس جمهور ارجنتین شد، گفت من واحد پول کشور دلار می سازم. وقتی که آل گزارش می رسه که هزاران هزار نفر در اونجا ناگهان بی خانمان شدن، اقتصاد سقوط کرده، مردم به سلام بیمای قسطای خانه خود داده نتونستن یا کرایه داده نتونستن، کلشان در جاده ها می خوابند. اینمی آدم حال در واکنش به انتخاب نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزویلا یک پیام داده. پیامش چیست؟ میگه این انتخابات ونزویلا انتخابات سالم نبود، مادورو یک دیکتاتور است، باید گم شوه بیرو بره، خودش از یک کشور دیگه. البته مادورو وقتی که این انتخاب شده بود، عین کلمات مادورو در باری ازی گفته بود، گفته بود که یک فاشیست است، خلاص. خب حالا این خودش میگه که مردم ونزویلا تصمیم گرفتن به دیکتاتوری کمونیستی نیکولاس مادورو پایان دهند، داره که امروز اعلان شد که دوباره رئیس جمهور شده. در اینجا چی گپ است؟ در اینجا به اصطلاح جای پای چین، روسیه و ایران است در ونزویلا، اگر وقت دور سقوط داده بودن. خب رئیس جمهور ارجنتین میگه که داده ها نشان میده که یک پیروزی برای اپوزیسیون است، جهان منتظر است که بعد از سالها که مردم از سوسیالیزم رنج برده، یعنی مرگ تجربه کردن، باید اینا سوسیالیست ها شکست خود بپذیرن، که منظورش همین مادورو است. گفته که آرژانتین قرار نیست که تقلب دیگر بپذیره، امیدوار است که ارتش ونزویلا ای بار از دموکراسی و اراده مردم دفاع کنه و از این قبیل گپا. یعنی کاملا دست خود، دست مداخله خود پیش کرده در ونزویلا. ای خاویر مایلی را رئیس جمهور آرژانتین ترامپ امریکای لاتین میگن، از او خود دست خود بساب پیش کرده. مادورو، نیکولاس مادورو هم بر گفته که ایالات متحده و اروپا همکاران بزرگ هیتلر بودند از سال 1933 تا 1940، به خاطر از اینکه وقتی هیتلر با ایدئولوژی نجات پرستانه و مخرب خود به اصطلاح یک دفعه بالا آمد، این دنیا اروپا و امریکا امید خود به هیتلر بسته بودند تا بلشویزم یا کمونیسم استالینی را در اتحاد شوروی فقط هیتلر میتونه سرکوب بکنه، بنابراین او را پیش کرده بودند، کمک کرده بودند. شوروی در او زمان در حال تبدیل شدن به قدرت بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهان بود، اما شاخص های توسعه در اتحاد شوروی اونا رو بیخی وارخطا کرده بود که اگه به می شکل پیش برد چطور میشه. مادورو میگه که اگر شما آله به مسکو بروید، به موزیم انقلاب سری بزنید، موزیم بسیار بزرگی که من خودم از او دیدن کردم، میتونین شاخص های توسعه انسانی را که در او زمان اتحاد شوروی داشت و همچنین نشانه های توسعه اقتصادی فناوری را کاملا مشاهده کنید. در او زمان یک نمونه برای کل جهان بود که به تحولات بزرگ به اصطلاح منجر می شد. به همین خاطر نخبگان اروپایی و امریکا در کنار ایدلر ایستاده بودند تا دفع خطر بکنند. دفع خطر کجا را؟ بلشویزم. خب جالب است که میگم معروف است که پدر بزرگ جورج دبلیو بوش حسابای بانکی، تجارت و سرمایه گذاری حزب نازی ها را در مو زمان مدیریت میکده. پدر بزرگ جورج بوش پسر و ای اتحاد شوروی است که ارتش نازی را شکست میده، کمرش دوتا میکنه، نابود میشه، برلین میگیره، یهودی ها را آزاد میکنن، اردوگاه های کار اجباری و ایران میشه. به این ترتیب اینجا مادورو در این قسمت به اصطلاح یک پیام خود به جهان میتر در
در دفاع از فرهنگ و به سلام داشته های نظامی و سیاسی روسیه امروزی و اتحاد شوروی دیروزی که متحد هستند با هم. خب حالا در اروپا یک چیزی دیگه شده که خط لوله گازی که میرفت به طرف مجارستان و سلوواکیا او را اوکراین بند کرده. او دو کشور که هستند عضو اتحادیه اروپا هستند. حال قرار است اتحادیه اروپا یک بودجه را منظور بکنه بر اوکراین. حال چون اجازه در دست تک تک اعضای اتحادیه اروپا است، او کشورهای سلواکی و مجارستان شرط گذاشتن، گفتن که ما نمیگذاریم که پول به اوکراین داده شود مگر اینکه دوباره اوکراین پمپاژ نفت از طریق خط لوله دروژبا از سر بگیره. یعنی یک سر یک دیگه به این شکل فشار میارن. کلی جنگی که در دنیا شما میبینین فقط یک فاجعه رو میتونه داشته باشه، تو فاجعه اقتصادی است. در هر جایی که هستین شما مصرف امی جنگ هست. شما هم سهم دارین. این جنگی که در دنیا هست شما هم میپردازین. البته متوجه شدین دیگه مخارج شما مثلا در گذشته با یک مقدار معین پول بود، حال دو برابر میپردازین. یعنی شما این جنگایی که در دنیا هست شما به سهم خود پول میپردازین، تاوانشه. خب این مثلا کال بند کردن پول سر اوکراین این توسط وزیر خارجه مجارستان موضوع عنوان شد و موضوع مهمی است. اوکراین مجبور میشه که خط لوله را دوباره باز بکنه و از یک موضع ضعیف با دو کشور اروپایی افتاده بود. خب ریچارد بلک سناتور سابق ایالات متحده امریکا یه آدم میگه که ترامپ در دوره اول اعلام کرده بود که به ناتو ما زیاد بندوباز نیستیم، ناتو باید پول بده. 80% مخارج ناتو را امریکا میپرداخت، 20% ناتو. حالا میگه شما 80% بپردازن. خب برحال یا اشاره میده که حالا که اگر مخارج خود نپردازن مصارف به سادگی از ناتو خارج میشه. آیا شما باور میکنین که امریکا از ناتو خارج میشه؟ یعنی بازوی خود قطع میکنه؟ البته این سر و صدایی را باعث شده. چرا؟ ناتو وسیله است که دولت امریکا از طریق از او کل اروپا را کنترل میکنه. پس حرفایی که ترامپ میزنه حرفای بیتباری است. وقتی جنگ دوم جهانی به پایان رسید، جنرال چهار ستاره امریکایی بعد از او ناتو که تشکیل شد فرمانده ناتو بود. یعنی امریکا هیچگاه به یک جنرال اروپایی اجازه فرماندهی ناتو را نداد. چرا؟ اونا کمک کرده بودن در دفع هیتلر و یک فاتح اتحاد شوروی بود، یک فاتح دیگر امریکا. ناتو را که به وجود آوردن، ناتو فقط و فقط به خاطر مقابله با روسیه بود، با اتحاد شوروی بود. این ناتو یک سازمان امریکایی است، اتحادی است به رهبری امریکا. از طریق ناتو امریکا میتونه اتحاد اروپا را مسلط شوه، میتونه بر کل سیاست اروپا یعنی امر و نهی بکنه. امریکا در جریان اینمی جنگ اوکراین به اصطلاح تحریک های خارق العاده ای را انجام داد، یعنی اروپا را به خاک سیاشان و توصیه امریکا بود. اگر معاهده استانبول در سال 2022 بین اوکراین و روسیه امضا شده بود، جنگ دوام نمی کرد، او را امریکا به هم زد. نه خب آره، این سناتور امریکایی میگه که خط لوله نورد استریم گاز روسیه که میره به طرف آلمان او را ما انفجار دادیم با تعداد از کشورهای ناتو و کمک از اونا.
ما درگیری موضوع بودیم. انگلیسی ها شامل بودن، نرویجی ها شامل بودن. خب اینا با پای خود شلیک کردن، با پای اروپا شلیک کردن. که چرا؟ که بعدا اروپا مجبور شود با عصای امریکا را بره. ممکن است بعضی از دخالت های دولت آلمان هم وجود داشته باشد، اما با پیشبرد جنگ در اوکراین ما بس میگه فکر میکردیم که آسیب زیاد بر روسیه وارد میکنیم، اما چنین نشد. اقتصاد اروپا با رکود مواجه شد. فایبر نوری فرانسه، فرانسه خب شبکه ریلیش مصدوم شد، صدمه دید، خیلی هم ترسناک بود. آلی هم زیاد فعال نشده. آلی خبر میرسه که شبکه فایبر نوری صدمه دیده یا به اصطلاح متاثر شده، یک خرابکاری صورت گرفته بعد از شبکه قطار روز جمعه که باعث ایجاد اختلال صاف فراگیر در و هم در آستانه مراسم افتتاحیه المپیک شد. اپراتورهای مخابراتی فرانسه مورد حمله قرار گرفت. بسیار کل منطقه را به اصطلاح مختل کرده بود. کیبلایی که در کابینت های الکترونیکی شرکت ها مثلا هستند در چندین منطقه اونا تقریبا جام شده بود یا به اصطلاح منجمد شده بود. حالش بحث فایبر نوریست و معلوم نیست که انکشاف چیست. در دمی حد خبر رسیده که شبکه فایبر نوری اگر فلج شود خیلی مهم است، فرانسه را دچار دردسر زیاد می سازد. لی استراناهان یک نویسنده و روزنامه‌نگار امریکایی است. یادم به سم خود میگه که ترامپ باید درک بکنه. چرا؟ که روسیه دشمن ترامپ نیست، اوکراین هم دشمنش نیست. که چی؟ اما یک چیز میگه اما تیم حاکم بر اوکراین، رژیمی که توسط شبکه CIA مخفیانه رهبری میشه، دشمنشان است. چطور؟ خب اونا میگه در سالهای 2016 و 2020 در انتخابات دخالت کردن، در 2024 هم دخالت میکنن در انتخابات امریکا. یعنی در انتخابات امریکا واقعا در دفعه اول هم دخالت صورت گرفت. تا حال میگن که ترامپ به کمک پوتین سر قدرت رسید. ای استرانه هم روی یک کتابی هم کار میکنه. بر هر حال در تیم حاکم اوکراین میگه که یک تیم سرطانی است و سرطان باندرا مبتلا است. باندرا، استپان باندرا، یک قاتل سادیست بود در جنگ دوم جهانی، ملیگرای اوکراین، یعنی نازی های اوکراین بود که به وسیله CIA حمایت میشد. او میگه کنمو سرطان باندرا است. اما باندرا در بین مردم اوکراین و قهرمان ملیشان است. چی دنیایی است؟ ای روزنامه‌نگار امریکایی میگه که ما به این بار کتاب نوشتیم، اونا کارهای بسیار وحشتناکی انجام دادن. اگر این کتاب برای بسیار جالب می باشد به خاطر از اینکه باندریستا صدها هزار نفر کشتند و اونمو هستن که آل اونمو تیم است که در اوکراین حاکم است. این تیم کی آورده؟ CIA آورد. چه وقت؟ 2014 جنگ، یعنی خود به خود نامده در اوکراین. خوش شما مثلا امو لشکرهای یا قطعات آزوف میشناسید؟ هر سال اینا در اول جنوری استپان باندرا رو پرستش میکنن، یک رژه ترتیب میدن، رژه باندرا. اما تاریخ چی میگه؟ تاریخ اینا میگه که به طور همیشه شکست خورده. جالب نیست؟ خب این تاریخ شما چه زیاد تماس نمیگیری بخاطر برنامه را قسم مختل میکنن. اینا گپشان نیست که ناسیونالیزم دین ما است، باندرا مسیح ما است.
چقدر ببینید که اینا کور هستن، توهم زده هستن، کمیتلار یادتان برن. باید زلینسکی اینن کپی اینمی مردم است. ترامپ باید بفهمه که دشمن واقعی کی است. البته این روزنامه‌نگار آمریکایی میگه مردم اوکراین حاکم نیستند. مردم اوکراین فقط وظیفهشان رنج بردن است. و یک چیز دیگه هم است، یک سند تاریخی برای اسرائیل پرستای ایرانی بسیار جالب است. دو سناریو احتمالی در نبرد مرگ و زندگی برای اسرائیل. اول نامه روشنفکرای ایرانی بر اولین بار در تاریخ ایرانی منتشر شد که در او زمان این 46 سال پیش از حمله بزرگ حماس، به اصطلاح 46 سال پیش از او، شماری از نویسنده های ایران هشدار داده بودند، درخواست مجازات اسرائیل کرده بودند. این ایرانی ها ایترام نیست که مثلا بگن که جمهوری اسلامی آمده، نی نویسنده های ایرانی در اون زمان گفته بودن که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین باید به رسمیت شناخته شود. خب 46 سال پیش از حمله بزرگ حماس در که پارسال بود، در حدود 1356 گروه بزرگی از چریکهای فلسطینی در عملیات در شمال تل‌آویو پایتخت اسرائیل 46 سرباز اسرائیلی را کشتند، 84 نفر را مجروح کردند. در سال 1356 او وقت جمهوری اسلامی نبود. چریکا تا قلب اسرائیل هم پیش رفتن، 100 نفر گروگان گرفتن. یعنی مثل حاله حمله از مسیر دریا صورت گرفته بود. این بزرگترین شبیخون از طرف چریکای فلسطینی در او زمان بود. قبلا گروگانگیری ها و عملات از طرف فلسطینی ها مثلا به مدرسه مولود در سال 1974 صورت گرفته بود که 29 کشته و 70 زخمی بر جا مانده بود و هتل ساوی که مورد حمله قرار گرفت در 1975 11 کشته 11 زخمی اسرائیلی. اما یکی جسورانه تر بود که پیشتر که گفتم که تا قلب تل‌آویو پیش رفتن. در وقت فدایون توانستند با در اختیار داشتن حدود 100 گروگان حدود 60 کیلومتر در پر رفت آمدترین جاده اسرائیل مارش کنند. بسیار جالب بود، یعنی حمله حماس بی سابقه نبود، از این که بی سابقه تر اینی حمله بود که من خدمت شما گفتم در سال 1356. یعنی منظور از فدایان اعضای سازمان فتح بود. این فتح که حال گردنش نرم است تبدیل به یک اسرائیل عربی شده. اینمی فدایای نسل اول اینمی ها بودن که دست به بزرگترین عملیات در 13 سال جنگ چریکی زده بودن و اولین قدم بزرگشان در داخل اسرائیل. اما 1975 سازمان آزادی بخش فلسطین کال کرانه باختری رایت میکن. اما وقت برای نشان دادن خشم خود از روند صلح بین مصر و اسرائیل، او مذاکرات کمپ دیوید که انور سادات امضا کرده بود، در وقت بیانی گفته بود که این حمله پافشاری خلق فلسطین است بر اجرای مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیشرمانه صهیونیسم. بعدا وقتی که اینا رو دنیا فراموش کرد، تنها شدن، سازمان آزادی بخش فلسطین یک رقم خاصیت خود از دست داد. ایتو جوهری باخته شد، تبدیل شد به یک مستعمره اسرائیل. تا که ایران پیدا شد، بعد از او تمام معادلات تغییر کرد. خب مثل این روزا اولین مقامی که حتی سریعا با میناخیم بیگن نخست وزیر اسرائیل تسلیت گفته بود، اما وقت جیمی کارتر بود. میناخیم بیگن او وقت گفته بود که
اسرائیل حمله خونون چریکای فلسطینی را هرگز فراموش نمیکنه. اما میبینید که در اخبار و اطلاعات هیچ از او کس چیز نمیگه، فقط میگن حماس که چی کرد چی کرد. نه، نسل اول فلسطین، نسل اول ایتورم این رقم حمله کرده بودن، از این بدتر. و گفته بود که حمله جوخه های مرگ فلسطین خطر مهلکی را که به اصطلاح خطر مهلکی داره. از امو زمان گفته بود که یعنی ببینید که ایجاد یک کشور فلسطین چقدر خطرناک است. از امو وقت تا امیل لحظه که صحبت میکنیم جلو تشکیل حکومت فلسطین میگیره، میگه یا خطرناک است در کنار ما. خب امو وقت اسرائیل دست به انتقام زد، البته بزرگترین حمله دریایی انجام گرفت از طریق زمین، از طریق هوا به لبنان، و در لبنان کرد تمامی اردوگاه فلسطینی در جنوب لبنان چی شد؟ به تصرف اسرائیل درآمد. روز بعدش اعلام شد که اسرائیل سراسر جنوب لبنان چی کرده؟ اشغال کرده. امی جنوب لبنان که امروز یکی از سنگرستان بزرگ تاریخی در برابر اسرائیل است به رهبری حزب الله. این میجره چند نفر از فعالان در او زمان در 1356 فعالان روشنفکر و روزنامه نگاران ایرانی، یعنی ببینید که او وقت جمهوری اسلامی نبود، این پیامیست و ایرانی های اسرائیل پرست. روزنامه نگاران ایرانی در نامه و دبیر کل سازمان ملل متحد هم او وقت خواستار اخراج فوری اسرائیل از لبنان شدن، خواستار مجازات اسرائیل شدن به خاطر تجاوز و کشتار مردم بیگناه. او وقت ساواک یک گزارش داده بود، تاریخ گزارش با قید نوشته است خیلی محرمانه، در سال 1357 همی آخرین سال است که باز شاهنشاهی ایران سقوط میکنه، تاریخ رسیدن این خبر و رهبر عملیات 1357 یک 28 است، یعنی 28 فروردین است. اما قسمی که از متن تایپ شده این نامه معلوم میشه در 1356 نوشته شده، اصل گزارش ساواک نوشته که اخیرا عناصر وابسته به جبهه به اصطلاح ملی و مذهبیون افراطی و نویسندگان اعلامیه تحت عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد تخلیه اراضی اشغالی فلسطین و اخراج قوای اسرائیل از لبنان به امضای 30 نفر تکثیر و توزیع کردند. این 30 نفر روشنفکرها و نویسنده ایرانی بود. او و خب ساواک و یک سازمان صهیونیستی بود، به اصطلاح در تشکیلش اسرائیل بسا سهم داشت، یعنی تقریبا ایران دوره شاه اسرائیل به اصطلاح دنیای اسلام بود تقریبا. در بین امضا کننده ها در این نامه نام کی است ببینید؟ محمد تقی شریعتی مزینانی، پدر دکتر علی شریعتی، یکی از امضا کننده ها. فعالان ملی که ما شما آشناسیم بچه نامایشان، کریم سنجابی، کاظم سامی، احمد صدرحاج سید جوادی، سید ابوالفضل موسوی، محمد بستنگار، عباس رادنیا و چی و روزنامه‌نگاران نویسنده‌ای مثل مثلا شمس آل احمد، علی اصغر حاج سید جوادی، اسلام کاظمیه و جواد مجابی. دوزم کنز انقلاب اسلامی هم نیست نامی از اینا، یعنی متن کاملی نامه در مرکز اسناد انقلاب اسلامی مندرج است. عنوانی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که ملت ایران، ببینید، ملت ایران خواستار فوری اخراج بدون شرط ارتش اسرائیل از لبنان است و مجازات اسرائیل و جرم تجاوز و کشتار بیگانه مردم بیگانه، تخلیه کلیه اراضی اشغالی فلسطین و شناسایی حق تعیین سرنوشت برای ملت فلسطین و استقرار حکومت ملی از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین، که وقت حماس نبود دیگه،
مورد تقاضای ملت ایران می باشد. ایران تهران، خب کی است؟ هم بیشتر گفتم سید ابوالفضل موسوی، ابن الرضا، سید حسن اصفهانی، محمد آل احمد، شمس الدین بستنگار، محمد پور جعفر، حاج سید جوادی، دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، شمس الدین درویش، محمد رادنیا، عباس رضایی، حاج خلیل الله روحانی، محمد رضای رهنما، شیخ مصطفی ریپور، محمد سامی، دکتر کاظم سنجابی، دکتر کریم شریعتی مزینانی، محمد تقی شایورد، دکتر محمد شکوری، صدر حاج سید جوادی، احمد صفاری، رحیم صدر حسن علی بابایی و تا 30 نفر. این یک سند است برای تاریخ که بسیار جالب است. یعنی نگوید که حالا این ایرانی ها چی میکنن، یه قدر دخیل هستن در بحث فلسطین و در خاور میانه، که دست از یاد دراز است از خاطر آخونده شده. وقتی آخونده نبود، اما وجدان بشری وجود داشت مثل حالا. حالا به اساس گزارش ها برخی رسانه های اسرائیلی 2 سناریو در نظر است. حالا که گپ بسیار کلان است در آستانه جنگ اسرائیل و لبنان، اولیش ایست که یک سری حملات فشرده علیه مواضع حزب الله صورت بگیره، یا یک عملیات زمینی شامل تهاجم نیروهای دفاعی اسرائیل به جنوب لبنان. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که پاسخ محدود اما دردناک خواهد بود. این دیگه خودش هم قیچی میزنه و هم خودش میدوزه. وقتی که دردناک و محدود شما عملیات میکنین در عمق خاک لبنان و اونجا ماشین جنگی حزب الله هست، شما آیا مطمئن هستیم که از طرف مقابل هم محدود خواهد بود؟ طرف مقابل میتونه نامحدود تهاجم پاسخ بده، باز چطور میشه؟ نخست وزیر، وزیر دفاع میگه مثلا حال مجاز هستن درباره نحوه و زمان انتقام جویی علیه اینا تصمیم بگیرن. خود تصمیم گرفتن. از این مرحله به بعد دیگه نیازی به بحث در مورد مسئله لبنان در کابینه نیست، تصمیم گرفته شده. ایتو معلوم میشه که مقامات ارتودکس اسرائیل به اصطلاح عملات گسترده به لبنان محدود میکنن، اما این حمله اگر صورت بگیره پیشتر گفتیم محدود باقی نمیمانه، چون طرف تو محدود به خاطر میکنی که در تو جبهه بند هستین، اسرائیل نمیتونه در چند جبهه به جنگه، اما طرف مقابل محدود نمیکنن. خب اینا محاسبهشون نیست که در مقایسه با عملیات زمینی نیازی به هزینه کلان نباشه، یعنی هزینه بزرگ نشه، اما این جنگی است که از کنترل بیرون میشه، عمل کم کم در حال بیرون شدن است. علاوه به این مداخله مثلا در مقیاس وسیع در لبنان چی چیزها رو میخواه؟ مستلزم استقرار یک نیروی ضربتی بسیار بزرگ است که او را اسرائیل نداره. قواتای که هست در نوار غزه هست مشغول هستند. استقرار یک نیروی ضربتی بسیار بزرگ اسرائیل نداره در برابر حزب الله که قادر باشه به اصطلاح یک وزل جیش ایجاد بکنه و به هر نوع تهاجم زمینی و هوایی در دراز مدت پاسخ چیزی وجود نداره. حالا طرح جدیدش از نتانیاهو حالا بر توافق تصویب کرده، از یک سو ای تصمیم گرفتن علیه حزب الله، از یک سو یک طرح را به حماس پیش کردن، ظاهرا طرح صلح هست. یعنی شما در ذهنتان می آمد که نتانیاهو طرح صلح بده و حماس کارشان به امیجه کشید.
که حالا طرح صلح بر از اونا پیش میکنن، طرف نمیپذیره. خب با چی رو پیشنهاد کرده؟ چی میگه؟ میگه که کنترل شمال و مرز رفح در غزه در دست ما باشه، در مورد زندانی های آزاد شده حق ویتو داشته باشیم، هر کاری کردیم کی را آزاد کردیم کی را نکنیم، و دولت های اسرائیل همیشه هر زمانی که دلشان بخواهد در سراسر نوار غزه عملیات انجام بدن. از اینمی سه مسئله حماس هیچ یکی را نمیپذیره. چرا؟ حماس اینا را از نظر نظامی شکست داده. این فقط دور خود میچرخه، میخواه یک رای پیدا بکنه تا خود بیرون بکنه. طرف معادله رو چطور نگاه کرده که نی بمانه در غزه بمانه. در اینی که یک حالت اینا تصمیم گرفتن که برن به جنگ حزب الله. شما چه فکر میکنید به عنوان ناظر؟ باید بگوین که آقا میتون امریکا در پشتشان است، امریکا تا حال پشت بوده، امریکا پشت اوکراین هم بود، امریکا پشت اشرف غنی هم بود، آخرش چی شد؟ حالا حزب الله چی میگن؟ با تمام آدرس های بین المللی گفته که اینمی چیزی که اینا میگن که مسئول حمله به مسجد شمس در جولان ما نیستیم. ادعایی است که خود موشک گنبد آهنی خود از زاویه خود منحرف کرده زده. خب به هر حال یک چیزای ادعایی است. میگم ما خود نزدیم، ارگو اسرائیل حمله بکند ما با تمام ظرفیتی که داریم شهرهای از اینا را به شمول تأسیسات به شمول پایتخت و همه جا بمباران میکنه. خبر دیگه ای که است، منابع انصار الله یمن اعلان کرده یک چند پنج شش روز پنج روز است که یمن خاموش است. گفته که ما سرگرم طراحی یک عملی گسترده و پیچیده و تأسیسات راهبردی اسرائیل هستیم، یعنی که منتظر باشه. همچنان رهبر سوسیالیست ها، خب سابق رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان ولید جنبلات بود. ولید جنبلات اگه یادتان باشه که بچه کمال جنبلات بود در دوران جنگ های داخلی لبنان 40-45 سال پیش. یادم گفته که اسرائیل که میگه که حزب الله در مجدل شمس حمله کرده کاملا دروغ است. این مصاحبه میکرد در با الجزیره، میگه تهمت اسرائیل علیه حزب الله کذب است. اکثر مردم مجدل شمس تابعیت اسرائیلی ندارند، اصلا تابعیت اسرائیلی را رد کردند و یکی که اشکی که میریزه مقامات اسرائیلی به اونام این به اینا رب نداره. خب البته اینا میگه که اسرائیل همیشه در از بین بردن مقاومت شکست خورده، حال یک بهانه است که مثلا خیز بیندازن به طرف لبنان. خب خود حزب الله رو خسته ساخته، میگه که حالا که ما حمله میکنیم حمله میکنیم حمله میکنیم ما رو بیخی خسته ساختیم بیاین دیگه، اما جرات نمیکنن. خب حالا چطور دیده شود؟ و خیرت ویلدرس رهبر راست افراطی هلند در واکنش به تهدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که یک فاشیست اسلامی است، یک دیوانه است، باید اینا را از ناتو خارج بکن. ای که یک دم ترکیه مست شده و میگه که تا ما داخل اسرائیل میتونیم ارتش روان بکنیم، ای خودش یک کود است. یعنی تا دیروز هم و امی هگنون هم تمام مواد غذایی و سبزیجات اسرائیل از ترکیه اکمالات میشه. ای که چرا ایگه پس زده با ما شما پسانا خواد فهمیده.